بیماری رو تصور کنید که از بیماری سختی مثل سرطان رنج میبره، ولی بهش یه قرص آسپرین میدن. این حال و روز صنعت کشورمونه که توسط آخوندها تقریبا نابود شده. البته کار رژیم در حد همون آسپرین هم نیست. نگاهی میکنیم در یک گزارش کوتاه به وامی که رژیم مدعی شده که رونق صنعتی ایجاد میکنه. پارسال 16 هزار میلیارد پیش بینی شده بود که حدود 17 هزار خورده میلیارد تومان پرداخت شد. بیش از 11 هزار نفر اشتغال اضافه شده. بر سر ویرانه صنایع بزرگ و کوچک کشور، رژیم ادعا می کند که وامی در این راستا داده که رونق ایجاد کند. خبرگزاری حکومتی ایسنا در این باره نوشت: در ابتدای اجرای طرح رونق تولید، پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی تنها برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده. اما با پیشرفت کار، واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. اما آیا در عمل این وام‌ها به کارگاه‌ها و افراد نیازمند داده شد؟ وقتی میری دنبالش اهمیت نداره. شما میری بانک میگه خوش اومدی، پول داری، کارکرد داری، میری مدیری کارکرد نداری، میگه خب تعلق نمیگیره. خب وقتی من پول داشته باشم نمیرم وام بگیرم که، خودم کار میکنم دیگه. با توجه به سود بانکی بالای 20% این گونه وام ها، آنها اصلاً برای تولید کننده ها به صرفه نیستند، چون سود تولید به زحمت به بالای 8% میرسد. ببینید شرایط پرداختش با توجه به بحران اقتصادی که اینجا هست، ما فردامون معلوم نیستش. شما روی حساب فردا نمیتونیم بکنیم. بالاخره سر رسیده وام میاد، نه ببینید دستگاه موندن، همینجوری ما نتونستیم تسویه بکنیم. خب بانک میاد یقه ما رو میگیره دیگه. مهره ها و کارگزاران رژیم مدعی اند که این وام رونق ایجاد کرده است. میلیارد میبرید تعطیلن کار میکنن به چه صورت؟ اکثرا که با 40% ظرفیتشون دارن کار میکنن. چند نفر کارگر اینجا کار میکنن؟ الان دور و بر 5 نفر، قبلا 12 نفر بودیم. واحدهای تولیدی کار هست، کار میکنن یا نه؟ واقعا نیست. چرا؟ وقتی گردش کار نیست، وقتی خرید نیست، وقتی فروش نیست. تعطیل الان کارخونه؟ آره. کمبود نقدینگی هم در کنار واردات بی حساب و کتاب مشکل را دوچندان کرد. 33 میلیارد تومان بدهی دولت ناشی از عدم جبران تفاوت قیمت تمام شده تخم‌مرغ با قیمت فروش در بازار است. این وام‌های صنعتی که اسم آن برای به اصطلاح رونق تولید است، بهانه‌ای برای چاپیدن سرمایه‌های این کشور است و در اساس به آقازاده‌ها و مهره‌های همین رژیم تعلق می‌گیرد و بر اساس تجربه در گوشه ای از واردات به کار گرفته می شود. در این زمینه ها که پای مشکلات مردم در میان است، رژیم هیچ کاری انجام نمی دهد و آنقدر موانع ایجاد می کند که مردم را منصرف کند. اما در سیاست صدور تروریسم و ارتجاع، با حاتم بخشی تمام سرمایه های این کشور را برباد می دهد. پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی اذعان کرد که کارخانه های تسلیحاتی رژیم سه شیفته برای مزدوران عراقی مهمات تولید می‌کردند و اقتصاد کشور را در خدمت جنگ طلبی در عراق و سوریه قرار داده است. آنان از نابودی صنایع داخلی و بیکاری کارگران و فقر گسترده مردم لذت می‌بردند، زیرا بقای رژیمشان به فقر و بیکاری مردم گره خورده است. اما این لشکر بیکاران و گرسنگان تهدیدی جدی در کمین این رژیم هست.